به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ماست خانگی هستش. ماست یکی از پرخاصیت ترین مواد غذایی هستش که اگر این ماست در خانه تهیه بشه طعم بسیار خوبی داره و در عین حال از مواد شیمیایی و افزودنی ها هم به دور هستش. برای تهیه ماست نیاز به شیر داریم و ماست. به ازای هر لیتر شیر دو قاشق غذاخوری ماست نیاز داریم که برای مایه زدن. اگر میخوایم ماستمون پرچرب باشه میتونیم یه قاشق غذاخوری خام هم بهش اضافه بکنیم. شیری که داشتیم روی حرارت قرار میدیم تا به جوش بیاد و مواظب هستیم تا شیر سر نره. شیر رو به هم میزنیم تا تن نگیره. بعد که شیر به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم که 15 دقیقه تو حرارت کم به همین شکل بجوشه. هر چقدر که شیر بیشتر بجوشه ماست سفتر خواهیم داشت. بعد از اینکه حدود 20% آب شیر تبخیر شد حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم که شیر سرد بشه طوری که انگشت دست رو نسوزونه ولی گرم باشه، حدود 40 درجه سانتیگراد باشه دمای شیر. شیر سرد شده، انگوش رو نمیسوزونه ولی داغه. میایم دو قاشق غذاخوری شیر داخله ماست میریزیم، به هم میزنیم تا یک دست بشه. بعد از اینکه یک دست شد مایمون به شیر اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. اگر دمای شیر زیاد باشه در این مرحله ماست ترش میشه، یا اگر دمای شیر از 40 درجه پایین تر باشه و خیلی سرد باشه ماست رو خیلی شیرین و بیمزه میکنه. بعد که کامل مخلوط کردیم داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم. بعد از اینکه داخل ظرف مورد نظر ریختیم میایم در ظرف رو به یک پارچه تمیز میپیچیم و روی ظرف قرار میدیم به خاطر اینکه در ظرف عرق نکنه و داخل ماست نریزه. بعد میایم یک پارچه دور ظرف میپیچیم، حالت گرم خونه رو ایجاد میکنیم، یا یک پتو دورش میپیچیم و حدود 2-3 ساعت میذاریم بمونه تا ماستمون بگیره. 2 ساعت و نیم از زمانی که ماست رو زدیم گذشته. در ماست رو که زدیم باز میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ماست کامل گرفته. بدون اینکه قاشق بزنیم یا ظرف ماست رو تکون بدیم میذاریم داخل یخچال حدود 2-3 ساعت بمونه تا خنک بشه. اگر قاشق بزنیم داخل ماست یا اینکه ظرفش رو تکون بدیم ماست آب میندازه. بعد از چند ساعت ماست رو از داخل یخچال خارج میکنیم. ببینید چه ماست سفتی شد. شما اگه میخواید ماستتون ترش بشه میتونید چند ساعت این رو خارج از یخچال نگه دارید، یا اگر میخواید ماست کیسه‌ای داشته باشین میتونید این ماست رو داخل یک کیسه بریزین و از یک جای آویزون بکنید تا آب اضافیش خارج بشه. حدود 24 ساعت تبدیل به ماست کیسه میشه. اگر هم خواستید ماست موسیر داشته باشین میتونید موسیر رو خیس کنید و بهش اضافه بکنید. امیدوارم شما هم این ماست خوشمزه رو تهیه بکنید و در کنار عزیزانتون از خوردن اون لذت ببرید.